سرمایه گذاران در افغانستان از عدم مسئولیت سرمایه گذاریشان شکایت دارند و باور آنها تا هنوز دولت برای مسئولیت سرمایه گذاری هایشان گام های عملی را نبرداشته است. در پارک صنعتی پلچرخی بیش از 227 فابریکه فعالیت تولیدی دارد. اما به گفته فابریکه‌داران در این پارک به دلیل موجودیت مراکز نظامی و پارکینگ های مواد نفتی نیروهای خارجی و ذخایر گاز مایع سرمایه گذاری هایشان را با تهدید مواجه ساخته است. یار در داخل پارک های صنعتی شما بگردین، اتا تصور نمی کنین کایی به یک بیز نظامی تبدیل شده. آیا یک منطقه صنعتی است؟ یک بیز نظامی است؟ یک پارکینگ وسایط مهرقاتی است؟ هیچی است؟ که دولت ما بصراحتا میگه جناب رئیس دولت که حق صنعتکار باید از مردم برش بده، حمایت شوه. صنعتکار بر افغانستان کار میکنه، برای من نمی کفایت میکنه. اگر ما یک افغانی هم از کاری که میکنم اشغالی که ایجاد کردیم، مثال تولید پایپ میکنه، در صد نوشته است که میدون با کابل افغانستان، این می کابل افغانستان مر بس است. چند ماه قبل شرکت ساختمانی کانترکت که مسئولیت پیشبرد امور ساختمانی نظامیان را در افغانستان داشت مورد حمله متربم انتحاری قرار گرفت، ولی به اثر انفجار فابریکه جوس امید بهار بیش از $1,000,000 آمریکایی خسارمند گردید و همچنان به اثر انفجار در یک شرکت گاز 12 فابریکه حریق گردید. بیش از 400 تن از کارگران آن وظایفشان را از دست دادند. شما دیدین که چند فابریکه ما در پارک صنعتی یک دفعه سوختن، دیگه انفجارشون که امید بهار بسیار خسارمند شدن. امید تشویش به کل صنعتکار هستند، ولی اگر هر وقت ما سر ازی بحث میکنیم که مردم افغانستان به خاطر وطن خود سرمایه گذاری کرده و مسئولین امنیتی، مسئولین وزارت های سکتوری که به خاطر رشد صنایع و به خاطر حمایت ملی اقتصاد اگر او از احساس ملی اجرا بکنه، ما فکر میکنیم که مشکل پیدا نمیشه. مسئولین اتاقهای تجارت افغانستان نیز تایید میکنند که تا هنوز دولت در مورد مسئولیت جانی و مالی سرمایه گذاران موافقانه عمل نکرده است. صدها تن از افغانها تشویق به سرمایه گذاری گردیده، اما حمایت و مسئولیت از سرمایه گذاری ها در عمل دیده نمی شود. و از همه مهمتر، سکتور خصوصی افغانستان از نبود امنیت و نبود مسئولیت جانی و مالی خودشان، سرمایهشان و اعضای فامیلشان در افغانستان رنج میبرند. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان و یا ایسا ضمن این که مشکلات موجود را تایید میکند، اما به گفته مسئولین آن اداره تلاش های فراهم شدن فضای مسئول برای سرمایه گذاری به جدیت ادامه دارد. یگانه رایی که ما داریم از انفجارات و ضرر سرمایه گذاران از قبیل انفجار و مین گذاری ها می است که ما میتونیم که بیمه ها را، چون یا باید انشور باشه که در آینده اگر کدام مشکل برشان ایجاد میشه که او زیاد ضرر نکنه. با وصف این که سرمایه گذاران افغان از بی‌توجهی به سرمایه گذاری هایشان شکایت دارند، اما اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان میگوید سال گذشته نسبت به سال قبل آن 26% سرمایه گذاری در افغانستان افزایش داشته است. همون شعیب، تلویزیون آشنا، کابل.